بسم الله الرحمن الرحیم، به یک دیگه از برنامه های سبق خوش آمدید. دانش آموزان گرامی، موضوعاتی که ما تا این لحظه خواندیم موضوعات مربوط به ستهای عددی، عملیه های جمع، تفریق و ضرب بوده و به تعقیب عملیه ضرب درس های مربوط به توان خواندیم. و یک بار دیگه تکرار میکنیم که در حساب بیشترین چیزی که یک شاگرد نیاز داره و ضرورت است که او را یاد بگیره محاسبه هست. محاسبه توان، محاسبه جمع، ضرب، تقسیم و به همین ترتیب کسرهای اعشار، کسرهای عام. محاسبه موضوع مهمی است که شما باید او را یاد بگیرید. باز در درسهای مربوط به الجبر انشالله ما قوانین را میخوانیم که در توان، در فکتوریال، در جذرها کدام قوانین را مورد استفاده قرار داده میتونیم. موضوع درس امروزی ما فکتوریال هست و فکتوریال حاصل ضرب اعداد مسلسل یا حاصل ضرب اعداد طبیعی هست. اعداد طبیعی را شما خواندید که از یک شروع میشه. سمبول فکتوریال به این صورت هست، 3 و ای هم سمبول فکتوریال. در این علامه ندایی گفته میشه، ولی در ریاضی همین علامه فکتوریاله. 3 فکتوریال را گفته محاسبه کنید. حاصل 3 فکتوریال خواسته شده. خب 3 فکتوریال عدد طبیعی از 1 شروع میشه و ما فکتوریال خواندیم، یعنی ضرب باید از 1 تا 3 را با یک دیگه ضرب بزنیم. 3 فکتوریال مساوی با 1 ضرب 2 و ضرب 3 هست. خب 1 ضرب 2 2 و 2 ضرب 3 هم 6 هست. جواب این سال مساوی با 6. در آخر دیگه فکتوریال نمیگیم، حاصل 3 فکتوریال مساوی با 6 شده. اگر در یک سوال حاصل 4 فکتوریال را خواسته باشه، 4 فکتوریال، حالی من مطمئن هستم همه شما ای را حل کده میتونید. 4 فکتوریال باید از 1 تا 4 ضرب بزنیم. از 1 تا 4، 1 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 4. خب 2 ضرب 3 6 هست و 6 ضرب 4 هم 24 است. پس حاصل 4 فکتوریال مساوی به 24 هست. به همین ترتیب 5 فکتوریال، 6 فکتوریال و فکتوریال سایر اعداد طبیعی را شما محاسبه کرده میتونید. اگر عدد ما بزرگتر بود، مثلا حاصل 100 فکتوریال را خواسته باشه، 100 فکتوریال، این سوال به این صورت نوشته میکنیم: 1 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 4 ضرب 5. به همین ترتیب ادامه داره تا عدد 100 را. اگر تعداد اعداد بیشتر بود، تعداد اعداد زیادتر بود، نیازی به انجام عملیه ضرب نیست. فقط مشابه به موضوع انکشاف سوال نوشته میگنیم 100 فکتوریال از 1 تا 100 باید ضرب شود و امین نوشتن محاسبه 100 فکتوریال گفته میشه. ضرور نیست که ما حاصل نهایی از زیر محاسبه کنیم و این بسادگی امکان پذیرم نیست که ما او را محاسبه کرده بتانیم. خب پس شما موضوع فکتوریال را یاد گرفتید که فکتوریال یعنی حاصل ضرب اعداد مسلسل یا طبیعی. نکاتی در این قسمت هست که اهمیت داره و باید شما او را یاد داشته باشید. 0 فکتوریال و 1 فکتوریال هر دویشان با یکدیگر مساوی هستند و حاصلشان هم 1 هست. 0 فکتوریال و 1 فکتوریال هر دویشان با هم مساوی هست و حاصل هر دویشان هم 1 هست. باز در درس ها می آید که به کدام دلیل 1 فکتوریال و 0 فکتوریال جوابشان 1 هست. دلایل و ثبوت از این طریقای مختلفی را داره که باز بیشتر او طریقا را شما در الجبر می خوانید. خب آلی، سوالاتی که در این قسمت کار شده محاسبه فکتوریال بوده که ما سوال از فکتوریال به شکل حاصل ضرب تبدیل شده. حالا اگر برعکس این موضوع در یک سوال داده شوه، او سوال چی رقم کار کنیم؟ سوال به این صورت هست که حاصل ضرب 8 ضرب 9 8 ضرب 9 ضرب 10 8 ضرب 9 ضرب 10 3 عدد هست. گفته شده که با چند فکتوریال مساوی است؟ با چند فکتوریال مساوی است. حاصل ضرب این 3 عدد را گفتم مساوی با چند فکتوریال هست؟ 8 ضرب 9 ضرب 10. شما میتونید عملیه ضرب از یارا کار کنید و بعد از او فکتوریال ها را کار کنید که کدام از یا با یکدیگر مساوی میشه. یا میتونیم از روش های دیگه هم سوال کار کنیم. سوال ما 8 ضرب 9
ضرب 10 هست. 8 ضرب 9 ضرب 10. خب فکتوریال خواندیم که از یک باید شروع شود و اینجا عدد یک را نداریم، پس نوشته میکنیم یک ضرب 8 ضرب 9 و ضرب 10. از یک تا هر عددی که تجزیه شده بتان عدد مسلسل او فکتوریال همین سواله. خب یک را علاوه کردیم، یک در ضرب عنصر عینیت هست، بی تاثیر است، میتونیم رو علاوه کنیم و جایی که ضریب نبودم ضریب یک را در نظر میگیریم. خب یک خودش هست، چند ضرب چند هشت است؟ دو ضرب چار، پس به جای هشت نوشته میگنیم دو ضرب چار. چند ضرب چند نو هست؟ سه ضرب سه، به جای نو نوشته قدم میتونیم سه ضرب ضرب سه. و به جای ده چند نوشته قدم میتونیم چند ضرب چند ده هست؟ دو ضرب دو ضرب پنج. عملیه تجزیه ای اعداد کار شد. ادامه حل سوال یارو منظم‌تر نوشته میگنیم، مشابه به شمارش اعداد طبیعی. اول یک و دو رو نوشته میگنیم، یک ضرب دو. بعد از دو عدد سه باید نوشته شه، عدد سه رو در این قسمت داریم، عدد سه رو نوشته میگنیم. بعد از سه عدد چار، عدد چار رو در این قسمت داریم، عدد چار رو نوشته میگنیم. و بعد از چار هم عدد پنج، عدد پنج در این قسمت داریم، او رو هم نوشته میگنیم. بعد از پنج عددی که میایه شش هست و ما در این سال شش را نداریم، در این اعداد شش را نداریم، ولی همین دو عددی که باقی مانده دو و سه، حاصل ضرب دو و سه هم شش هست. پس عدد دیگه نمانده که ما اینجا نوشته کنیم، تمام اعدادی که دبالا بود پایین نوشته شد. امی عددا مساوی با چند فکتوریال هست؟ یک ضرب دو ضرب سه ضرب چار ضرب پنج و ضرب شش مساوی با شش فکتوریال هست. این حل سواله. حاصل ضرب هشت ضرب نو ضرب در کار کردیم، مساوی با شش فکتوریال شد. یک بار دیگه همین سوال ما برای شما تشریح میکنم، خوب دقت کنید که چه رقم کار شد. گفته شده هشت ضرب نو ضرب در به صورت فکتوریال نمایش بدید. در مرحله اول ما این رو یاد گرفتیم که فکتوریال از یک شروع می شد، حاصل ضرب اعداد طبیعی هست و این سوال ما یک را کم داره. یک در ضرب عنصر عینیت هست، بی تاثیر است، این را علاوه کده می تانیم، یک را علاوه کدیم. هشت و نو و ده هم خودش آمد. به همین ترتیب یک نوشته شد، هشت دو ضرب چار، نور سه ضرب سه و در دو ضرب پنج گرفتیم. بعد از او تجزیه سوال کار کردیم، یک دو را نوشته کردیم، بعد از او سه و چهار را نوشته کردیم، بعد از او پنج، عدد شش هم نبود ولی سه و دوی که باقی مانده را ضرب دادیم و شش شد. به خاطری که از یک تا شش را منظم کردیم، پس این سوال مساوی به شش فکتوریال هست. متباقی سوال ها مشابه به این موضوع را بعد از یک وقفه ادامه میدیم. خب در قسمت پیشتر یک سوال عبارتی از بخش فکتوریال کار شد و سوالی که عالی کار میشه باز هم مشابه به پیشتر یک سوال عبارتی است، ولی نیاز به دقت بیشتری داره. سوال دقت کنید، تعداد ثانیه های 6 هفته با چند فکتوریال مساوی است؟ تعداد ثانیه های 6 هفته گفته با چند فکتوریال مساویه. خب از متن سوال تو یک نتیجه رو گرفته میتونیم که ما باید همین 6 هفته را به ثانیه تبدیل کنیم و بعد از او همین 6 هفته که به ثانیه تبدیل شد به فکتوریال نمایش داده شود. خب 6 هفته را اگر ما به روز تبدیل کنیم، باید اول 6 را ضرب 7 بزنیم. 6 ضرب 7 42، 42 روز هست. در مرحله اول 6 هفته را به روز تبدیل کردیم، 6 ضرب 7 42 شده، 42 روز است. خب حال این روز را ما باید به ساعت و بعد از او به دقیقه و آخرم به ثانیه تبدیل کنیم. روز را که ما به ساعت تبدیل می کنیم باید ضرب 24 شوه. ضرب 24 اگر با 24 ضرب شوه به ساعت تبدیل میشه. 6 به خاطری که 6 هفته بود، 7 به خاطری که هر هفته 7 روزه و 24 به خاطری که یک شبانه روز 24 ساعته. تا این قسمتی را به ساعت تبدیل کردیم. ادامه سوال ای را ضرب 60 میزنیم تا به دقیقه تبدیل شوه و باز هم ضرب 60 تا به ثانیه تبدیل شوه. این مرحله اول، مرحله اول همین 6 هفته را به ثانیه تبدیل کردیم. 6 هفته به این اندازه ثانیه هست.
در ادامه ما باید ایره به صورت فکتوریال نوشته کنیم و شما یاد گرفتید که فکتوریال از یک شروع میشه. این سوال ما عدد یک را کم داره و میتونیم خود ما یک دانه یک را اینجا علاوه کنیم. ضریب یک را در این قسمت علاوه میکنیم. ضرب یک. یک در ضرب عنصر عینیت هست. بی تأثیر یا خونسا هم گفته میتونیم. بعد از یک رقم دو رقم سه باید نوشته شه و در این سوال همی ارقام نامده. عدد دو عدد سه نامده. پس توسط تجزیه میتونیم که عدد دو و سه را نوشته کنیم. یک خودش هست ضربه. شش چند ضربه چند شش هست؟ دو ضربه سه. پس بجای شش نوشته کده میتونیم دو ضربه سه. خب به همین ترتیب هفت عنصر عینیت هست، عدد اولیه هست و تجزیه شده نمیتونه به عوامل ضربی، پس خودش نوشته میکنیم. هفت تجزیه نشد، خودش نوشته کردیم. ضرور نیست که یک ضربه هفت نوشته کنیم. 24 عوامل ضربی مختلفی را داره. دو ضربه 12 هم 24 هست و 4 ضربه 6 هم 24 است، 3 ضربه 8 هم 24 است. هر عامل ضربی از دیگه که اینجا نوشته کنیم صحیح هست، ولی بهتر هست که ما ایره 3 ضربه 8 بگیریم، کار ما ساده تر شوه. 3 ضربه 8. خود دو عدد 60 هم در این قسمت باقی مانده که باید دورم تجزیه کنیم. 60 دو ضربه 3 گرفته میتونیم، 66 ضربه 10، 4 ضربه 15، به صورت عدد مختلف تجزیه شده میتونه. من یک 60 ازیره، 4 ضربه 6 ضربه 10 نوشته میکنم، 6 ضربه 10 و یک 60 دیگرم تجزیه میکنم به صورت 4 ضربه 15. یک 60 هم 4 ضربه 15 هست که 4 خودش، به این دلیل که 15 کم بزرگتره او رم تجزیهش کار میکنیم. 4 ضربه 15 و 15 هم 3 ضربه 5 میگیریم. خب اعدادی که دبالا آمده بود یار تجزیهشان کار کردیم. در ادامه تجزیه باید یار منظم نوشته کنیم. فکتوریال حاصل ضرب اعداد طبیعی هست. خب اول عدد 1، 2 و 3 را نوشته میکنیم. 1 ضرب 2 ضرب 3. خب بعد از 3 عدد 4 باید نوشته شوه. عدد 4 و عدد 5 که مده قسمت داریم و یار نوشته میکنیم. ضرب 3 ضرب 4 و ضرب 5. بعد از 5 عدد شمارش عدد طبیعی که میای 6 هست، عدد 6 رم در این قسمت داری میرم نوشته میگنیم. بعد از 6 عدد 7 و عدد 8 باید نوشته شوه. عدد 7 و عدد 8 یارم نوشته کردیم. بعد از 8 عددی که میای عدد 9 هست و اگر دقت شه در این قسمت ما عدد 9 را نداریم، ولی دو تا 3 که باقی مانده، یک عدد 3 در این قسمت داریم، یک عدد 3 هم در این قسمت داریم. 3 ضرب 3 هم 9 هست، پس 9 را نوشته میکنیم. بعد از 9 رقم عددی که میای عدد 10 هست و 10 هم در این قسمت داریم و او را نوشته میکنیم. خب این اعداد را در این قسمت نوشته کردیم. خب حالی اگر دقت شود تمام اعدادی که در بالا بود تمام اعدادها را پایین نوشته کردیم و حاصل این سوال مساوی با 10 فکتوریال هست و این دلیل که ما از 1 تا 10 را اینجا منظم نوشته کردیم. اعداد طبیعی از 1 تا 10 را ضرب شده، پس این سوال مساوی با 10 فکتوریال هست. تعداد ثانیه های 6 هفته را در این سال محاسبه کردیم که تعداد ثانیه های 6 هفته مساوی شد به 10 فکتوریال. اگر در کدام سوال یکی از این عددا نباشه، ناقص باشه، او سوال دارای مشکل هست، یا اگر یکی از این عددا دو بار تکرار بیایه او دارای مشکل هست. شما باید سوالا را با دقت بخونید و از هر عدد طبیعی به صورت مسلسل یک عدد باشه تا ما او را حل کرده بتانیم. خب به همین ترتیب سوال دیگه که از بخش فکتوریال کار میشه مشابه به تبدیل ضرب به صورت فکتوریال هست. سوالی که در این قسمت این دفعه آمده گفته شده قیمت اکس را در این سال پیدا کنید. 6 فکتوریال ضرب 7 فکتوریال مساوی به اکس فکتوریال. گفته شده در این سوال اکس را پیدا کنید. 6 فکتوریال ضرب 7 فکتوریال مساوی به چند فکتوریال اکس در این سوال خواسته شده. خب ما در این سوال اول 7 فکتوریال را تجزیه می کنیم.
7 فکتوریال 1 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 4 ضرب 5 ضرب 6 و ضرب 7 است. از 1 تا 7 را باید ضرب شود و 6 فکتوریال هم از 1 تا 6 باید ضرب شود. 6 فکتوریال 1 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 4 ضرب 5 و ضرب 6 هست. اول 7 فکتوریال را از 1 تا 7 و 6 فکتوریال هم از 1 تا 6 نوشته شد. خب ادامه سوال، به خاطری که اعداد را ما مسلسل تجزیه کرده بتانیم، بهتره که 6 را هم تجزیه کنیم. چند ضرب چند 6 هست؟ 2 ضرب 3. به جای 6 در قسمت آخر 2 ضرب 3 را نوشته کرده میتانیم. حالی اعداد را باید تجزیه شده و منظم نوشته کنیم. از 1 تا 7 خودشان نوشته میشن. 1 منظم هست، 1 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 4 ضرب 5 ضرب 6 و ضرب 7 هست. خب عدد 1 بی تاثیر است، عدد 1 را نوشته نمی کنیم. بعد از 7 نیاز به 8 است و 8 نداریم. اگر 2 و 4 ضرب بزنیم 8 به دست می آید. اگر 3 را با 3 ضرب بزنیم 9 به دست می آید و اگر 2 و 5 هم ضرب شود 10 به دست می آید. عددا را خط زدیم به خاطری که معلوم شه کدام ها صرف نظر شده. خب حالی این سوال اگر دقت کنیم، از 1 تا 10 هست. از 1 تا 10 را نوشته کرده میتونیم که 10 فکتوریال. پس قیمت x مساوی به 10 بوده. حاصل ضرب 6 فکتوریال ضرب 7 فکتوریال مساوی به 10 بوده. بعد از یک وقفه ادامه موضوع فکتوریال را با حل سوالات عبارتی ادامه میدیم. در موضوع پیشتر چند سوال عبارتی از بخشای فکتوریال کار کردیم. سوالات محاسبوی از بخشای فکتوریال بود که باز برای شاگردایی که در شروع حساب هستن سوالات جالب و جذابی هست. در این قسمت چند سوال عبارتی را از بخش فکتوریال کار میکنیم. اگرچه این موضوعات در درسای احصائیه و در درسای احتمالات بیشتر خوانده میشه. خب اگر در یک سوال برای ما بعضی ارقام را داده باشه، مثلا رقم 2، رقم 5 و رقم 7، سه رقم گفته شده که از این ارقام عدد سه رقمی را بسازید که ارقامش تکراری هم نباشه. چند تا عدد ساخته میتونیم از ارقام 2 و 5 و 7 که تکراری نباشه. رقم 2 یک بار، رقم 5 یک بار، رقم 7 هم یک بار در اون سوال استفاده شده باشه. خب به خاطری که تعدادش کم از 3 رقم هست، ما اول این عددا رو نوشته میگنیم. خب یکی از این عددا 257 است، عدد 3 رقمی که از این ارقام ساخته شده. عدد دیگه که نوشته کرده میتونیم 275 است، 275. به همین ترتیب عدد دیگه که ساخته میتونیم 527 و 572 هست. 572 عدد دیگه که ساخته میتونیم 725 است، 725 و 752. ارقامی که اعدادی که ساخته میتونیم همین به همین صورت هست. با استفاده از ارقام 2 5 و 7 چند عدد سه رقمی را ما ساخته میتونیم که تکراری نباشه، ارقام تکراری در او استفاده نشده باشه و عددان مختلف باشه. یک عدد، دو عدد، سه عدد، چهار عدد، پنج عدد و شش عدد ساخته میتونیم. شش عدد را ساخته میتونیم. این سوالا به خاطری که سوال اول بود ما عددا را هم نوشته کردیم، ولی ممکنه تعداد اعداد بسیار زیاد باشه و وقتگیر باشه که ما وارد نوشته کنیم کدام عدد را ساخته میتونیم، و یا ممکن است که تعداد اعداد زیاد باشه و در نوشتن اعداد کدام توی از او از پیش ما باقی بمانه. پس باید روش های ساده تری را جستجو کنیم برای حل این سوالا، و طریق حل این سوالا فکتوریال هست. اعدادی که ما ساخته میتونیم توسط از این ارقام 3 فکتوریاله. به خاطری که 3 رقم داده شده، پس نوشته کرده میتونیم 3 فکتوریال. اگر همینجا 2 رقم میبود نوشته میکردیم 2 فکتوریال. اگر اینجا 4 رقم میبود نوشته میکردیم 4 فکتوریال. نظر به تعداد. خب 3 فکتوریال را محاسبش حالی یاد گرفتید و کار کرده میتونید. 3 فکتوریال مساوی به 1 هست، ضرب 2 و ضرب 3. 1 ضرب 2 2 هست و 2 ضرب 3 هم 6 هست.
تعداد اعدادی که ساخته میتونیم با استفاده از ارقام 6 تا هست که ارقامشان هم مختلف باشه. خب حالا اگر سوال ما به این صورت باشه، 4 نفر A B C و D هستند، 4 نفر هستند، گفته شده چند عکس مختلف 4 نفره را ما گرفته میتونیم. 4 نفر را در پالوی یکدیگه استاد کردیم و از یا یک عکس میگیریم. اگر جای از این اشخاص تبدیل شوه، چند عکس مختلف 4 نفره را از یا گرفته میتونیم. خب اگر جایشان تبدیل شه، مثلا سی ده اول بیایه، بی و بی خودش باشه، ای و سی جایشان را تبدیل کرده باشن و دی هم در این قسمت، ای 4 نفر از یا یک عکس میگیریم. ای عکس با عکس بالا تفاوت داره، جایشان تغییر کرده. اگر به همین ترتیب ما جای از این اشخاص تبدیل کنیم و از یا عکس بگیریم، گفته شده که چند عکس مختلف از یا گرفته میتونیم. چند عکس مختلف 4 نفره از یا گرفته میتونیم. به خاطری که 4 نفر هست، 4 نفر، طریق حل سال فکتوریاله. 4 فکتوریال، 4 فکتوریال شما محاسبهش یاد گرفتید. 4 فکتوریال مساوی هست به 1 ضرب 2 ضرب 3 و ضرب 4. حاصل ضرب از یا مساوی به 24 هست. یعنی ما 24 تا عکس مختلف را از یا گرفته میتونیم. عکس 25 حتما تکراریه، یک بار گرفته شده. خب حالا همین موضوع را یک بار با دقت خودتانم جواب بدید. اگر 4 نفر باشه، با تبدیل کردن جای این 4 نفر چند عکس مختلف از یا گرفته میتونیم؟ 4 فکتوریال، حاصل ضربش کار کردیم و شد 24. خب باز دقت کنید، سوال تغییر شکل میدیم. اگر 3 نفر دمی سوال بجای 4 نفر 3 نفر باشه، چند عکس مختلف از او گرفته میتونیم؟ 3 فکتوریال، 3 نفر هست 3 فکتوریال، یعنی 6 تا عکس مختلف را ما گرفته میتونیم. اگر ده همی سوال گفته شد 2 نفر هستن، 2 نفر A و B، چند تا عکس مختلف از یا گرفته میتونیم؟ 2 نفر میشه 2 فکتوریال، 2 فکتوریال، 2 فکتوریال هم مساوی به 2 هست، 2 تا عکس مختلف گرفته میتونیم، A و B یا B و A. خب اگر 1 نفر بود، اگر 1 نفر بود میشه 1 فکتوریال، 1 فکتوریال مساوی به 1 هست و همین 1 عکسیه که ما از این گرفته میتونیم. اگر هیچ کسی نبود میشه 0 فکتوریال. درسی که پیشتر خواندیم که 0 فکتوریال گفتیم مساوی به 1 هست و ثبوتی که در قسمت حساب شما میتونید از او استفاده کنید همی است که اگر هیچ کسی نبود 0، 1 عکس گرفته میتونیم از همون جا و از همون قسمت، با وجود از اینکه نفر نیست از همون جای خالی هم یک عکس گرفته میتونیم. به همین دلیل گفته میتونیم که 0 فکتوریال مساوی به 1 هست. سوالاتی که در این قسمت کار شده سوالات عبارتی هست و باز تاکید میکنم که این موضوعات در قسمت های الجبر هم سوالات خاص خود را داره و در قسمت احصائیه و احتمالات در سطح های بالاتر ریاضی مثال های بیشتر از این موضوع انشالله کار میکنیم. خب تا این قسمت شما درس‌ها را یاد گرفتید، موضوعات مربوط به ضرب و دو موضوع مرتبط به یک دیگه، مرتبط به ضرب، یک موضوع موضوع توان هست و موضوع دیگه موضوع مربوط به فکتوریال بود. خب موضوعی که آلی در این قسمت خوانده میشه موضوع مربوط به تقسیم هست. تعریف تقسیم، قسمت نمودن چند شی به حصه های مساوی را ما میگیم تقسیم. قسمت نمودن چند شی به حصه های مساوی به نام تقسیم یاد میشه. عملیه تقسیم برعکس عملیه ضرب هست و در حل سوالا هم میتونیم که از ضرب استفاده کنیم. تقسیم برعکس عملیه ضرب هست. تعریف دیگه هم هست که کوتاه‌ترین طریقه تفریق اعداد را به نام تقسیم یاد میکنیم. خب در این قسمت یک سوال ساده تر را ما کار میکنیم. 25 تقسیم بر 3، 25 تقسیم بر 3، به خاطری که 3 یک رقمی هست یک خانه رو جدا میکنیم. 2 به 3 نمیرسه، 2 خانه رو در نظر میگیریم. 25، 25 رو اگر به 3 تقسیم کنیم 8 میرسه. 8 ضرب 3 24، باید مساوی به یه عدد یا کمتر از یه عدد شود. از 25 24 منفی میکنیم و یک تا هم باقی میمانه.
حالی در این قسمت ضرور نیست که ما سوالات را به صورت اعشاری کار کنیم، به همین اندازه کفایت میکنه. 25 به 3 8 رسید، 8 ضرب 3 24 شد، عملیه تفریق کار کردیم و یک تا هم باقی ماند. خب موضوع تقسیم موضوع پربحثی هست، موضوعات بیشتری را داره که انشالله ما در درس‌های بعدی همین موضوع تقسیم و قوانین تقسیم را مورد مطالعه قرار میدیم. درس‌ها را روزانه حتما در خانه تکرار کنید و در درس‌های بعدی موضوعات تقسیم را مورد مطالعه قرار میدیم. تشکر که تا این لحظه را با ما بودید.